گلاسیا سلام، سال نوتون مبارک باشه. امیدوارم 1403 وقتی باشه که به همه آرزوها و هدفاتون میرسید و سالی کاملا تو آرامش و امنیت کنار کسایی که دوستشون دارید بگذرونید. ویدیوهایی که از الان توی تعطیلات عید قرار میگیره رو من توی قبل از تعطیلات ضبط کردم، توی 4-5 روز اول نیستم و سعی میکنم از چهارم به بعد همه رو آپلود کنم. امیدوارم خوشتون بیاد، حتما اینا رو به اشتراک بذارید که اشتراک گذاری شما باعث میشه کانال من بیشتر دیده شه و انرژی بیشتری براش بذارم. ویدیو امروزمون فیلم گروتسکه که از سینمای آسیا هستش و یکی از فیلم‌های فوق‌العاده حال به همزن، بی محتوا و کلا دریوریه. اما خب از اونجایی که خیلیاتون عشق اسلشرید پیشنهاد میدم ببینیدش، چون خیلی صحنه‌های بی‌پرده‌ای توش داره و خلاصه مثل یه فیلم سربیایی یا هزار پای انسانی برای کسایی که به این جور سبک و علاقه دارن پیشنهاد خوبیه. بریم ما فیلمو ببینیم. حواسمون به اسپویل کامل صحنه‌های فوق‌العاده خشنش هم باشه. با شروع فیلم سکانسی کاملا شبیه فیلم هزار پای انسانی دو میبینیم. مردی از توی ماشین ونش داره از آینه عقبش رو نگاه میکنه که یک کاپل به اسم آکیو کوزوو دارن با هم قدم میزنن. یه رفعه پیاده میشه، با وحشیگری بهشون حمله میکنه و میریم به سکانس بعد. این دو نفر روبروی هم به یه صفحه آهنی بسته شدن و کورو، همون روانی خودمون، میاد داخل اتاق. کوزوو با وحشت بهش زل زده و کورو باهاش چش و چش میشه و بهش میگه چیه؟ میخوای اول بیام سراغ تو؟ کوزوو از وحشت هیچ حرفی نمیزنه، اما خب کورو تصمیم خودش رو گرفته. یه پیشگوشی دست میگیره، میره سراغ وسیله‌ای که تو دهن کوزوو گذاشته تا حرفی نزنه و با وحشیگری اونو فرو میکنه توش. همین باعث میشه زبونش به شدت آسیب بزنه و فریادی بکشه. خب هنوز کار کورو تموم نشده، با همون پیشگوشی شروع میکنه به ضربه زدن به تمام قسمت‌های بدن این مرد بیچاره. دوست دخترش آکی با وحشت داره نگاهش میکنه که کورو میره طرفش. بهش میگه چیه؟ میخوای ببخشمش؟ و آکی سرشو به نشانه تایید تکون میده. کورو میگه یعنی حاضری به خاطرش جونتم بدی؟ و میریم به یه سکانسی از گذشته. دقیقاً چند ساعت قبل دزدیده شدنشونه و کوزو و آکی توی رستوران نشستن. برای اولین بار کوزو بهش میگه که ازش خوشش میاد و میخواد با هم باشن و آکی هم میگه خب پس بیا بیشتر با هم آشنا شیم و بعد رابطمون رو شروع کنیم. شروع به قدم زدن میکنن تا بیشتر با هم آشنا شن که یه دفعه کورو سر میرسه و همون اتفاقات میفته. برمیگردیم به زیر زمین. کورو میپرسه چند بار تا حالا با هم رابطه داشتید؟ خب جفتشون سعی میکنن بهش بگن که اولین بارشون هستن با هم دیگه صحبت میکنن و کورو تازه این قضیه رو میفهمه. میاد سمت کوزوو میپرسه یعنی حالا که اینقدر این دختر خوشت میاد و میخوای باهاش وارد رابطه شی، حاضر جون خودتو براش فدا بکنی؟ وقتی که اونا جوابی نمیدن بلند میشه و میاد طرفشون. میگه اینجا شرایط خیلی با بیرون فرق داره. هر جفتتون قطعا قرار جونتون رو دست بدید، ولی یه شانس خیلی کمی هست که یکیتون رو زنده نگه دارن، پس بهتره با هم همکاری کنید. بعدم میگه تنها راهش هم اینه که بتونید با درد خودتون و التماساتون برای زنده موندن منو به تحریک برسونید. اگه تحریک شم زنده نگهتون میدارم. هر دو وحشت زدن و کورو میره سمت کوزوو. حالا یه سری پنبه و بتادین میاره و سعی میکنه تمام زخمی که رو بدنش آورده رو درمان کنه. به روایتی میخواد اونو تا جای ممکن زنده نگه داره که بیشتر عذابش بده. مرحله بعدی میرسه و یه روی وحشتناک از این روانی رو میبینیم. شروع میکنه به رابطه اجباری با هر دو نفر اینا، چه دختره چه پسره. بعدم با یه شلنگ به هر دوشون یه مقداری آب میده و در همین حال آکیو مجبور میکنه که داد بزنه که لطفاً جون منو بگیر. چند بار این کارو انجام میده که انگاری همین حرفم هم داره باز تحریکش میکنه. در آخر هم یه دفعه هر دوشون رو بیهوش میکنه و میری به سکانس بعد. دختر و پسر با صدای ترسناک چشماشون رو باز میکنن. هر دو رو زمین بسته شدن و کورو بالا سرشون وایساده و یه اره برقی هم دستشه. میاد سمت کوزوو و بدون هیچ حرفی تمام انگشت های یکی از دستاشو به جز شست قطع میکنه. بعدم با آرامش این انگشت ها رو بر میداره، با یه نخ به هم میبنده و شبیه گردنبند میندازه دور گردن آکی. بهش میگه این یه هدیه از دوست پسرت کوزوه، حالا نوبت توه که بهش یه هدیه بدی. میاد طرفش با اره برقی همون کاری که با کوزوو کرده بود رو دوباره انجام میده تا با انگشت های آکی هم یه گردنبند درست کنه. اگه دقت کنی تو دهن کوزوو یه چیزی هستش که نتونه حرف بزنه، ولی خب آکی اونو نداره و همینم باعث درد سرش میشه. وقتی درد زیاد میکشه فریاد میکشه که لطفا بس کن، انقدر اذیتم نکن، و خب این خیلی میره روی مخ دکترم. با اره برقی میاد تو سکانسی فوق العاده وحشتناک تر، دست راست این دختر رو کاملا قطع میکنه.
بعدم با یه قیچی میاد و نوک چیزاشو میبره، در حالی که دختر وحشت ساکت میده و نمیتونه هیچ حرکتی انجام بده. دکتر با گردنبندی که از انگشتای دختر درست کرده میره بالا سر کوزو و اونو میندازه دور گردنش. بهش میگه همچنان حاضری که جونتو برای اون دختر فدا بکنی؟ کوزو از وحشت خوشگش زده و دکتر میگه من اول میخوام بیام سراغ تو تا جایی که میشه شکنجت کنم. اگه جونتو از دست بدی و نفس نکشی اون موقع میرم سراغ آکی. پس سعی کن تا جایی که میتونی زنده بمونی. این وسط یکی انگشتای دخترم تو دماغ پسر فرو میکنه و میگه سعی کن تا جایی که میتونی زنده بمونی. فقط اینطوریه که میذارم هر جفتتون از اینجا بیرون برید. یه دستگاه شبیه میخ دستش میگیره و میگه از الان میخوام تمام بدنتو بهش آسیب بزنم. هر وقت که خودت بگی تسلیم شدی این کارو بس میکنم و میرم سراغ آکی. و اینم بدون که هیچکس قرار نیست قضاوتت بکنه. همه آدم ها خودخواهن و سلامتی خودشون اولویت اولشونه. شروع میکنه با اون میخ اول تمام بدنشو زخمی میکنه، بعد میره حتی قسمت تناسلی این مردم میبره و تو دستش میگیره جلو صورتمون و شروع میکنه به تخلیل و فوش دادن. حتی به شکلی وحشتناک یکی از چشمای این مردم با همون دستگاه تخلیه میکنه. کوزو همچنان تسلیم نشده که یه رفعه انگار همین باعث تغییر دکتر میشه. هول میشه و سری زخمای مردم میبنده و میگه بردید، هر جفتتون الان آزاد میشید. و میریم به سکانس بعد. دختر و پسر توی بیمارستان خیلی شیک بستری شدن و چشماشون رو باز میکنن. با نگاهی به هم لبخندی میزنن و یکم از هم سوال میکنن که همه چیز خوبه، درد داری یا نه. لحظاتی بعد دکتر کورو یه رفعی وارد میشه، انگار پزشک همین بیمارستانه. جلو این دو نفر میشینه و میگه ببخشید اگه آسیبی دیدید و ممنونم به خاطر لذت هایی که برام فراهم کردید، چون واقعا بهم حال داد. آکیو کوزو خیلی ترسیدن و دکتر بهشون میگه باید تا وقتی که کاملا در ماشین اینجا بمونید و بعدش برید بیرون، وگرنه ممکنه که خیلی اتفاقای بدتری بیفته. و تازه دختر پسر میفهمن که پاهاشون هم با زنجیر به تخت بسته شده و خب راه فرار ندارن. آکیو کوزو نگاهی به هم میکنن و قول میدن که تا پایان این قضیه کنار هم دیگه بمونن. دکتر کورو هم میاد وسطشون میشینه و بهشون میگه من بعد از پایان این داستان خودمو به پلیس معرفی میکنم. تنها هدفم این بود که اوج لذت رو بچشم، که خب به کمک شما این امکان پذیر شد و دیگه الان هیچ کاری تو زندگیم نمیخوام انجام بدم. در آخرم قبل اینکه از اتاق بره بهشون میگه بهتره که هر دارویی بهتون میدم بخورید تا زودتر درمان شید و بعد از اینکه خودمو به پلیس معرفی کنم همه دارایی ها و پولامو میخوام بدم به شما تا زندگی دو تایتون رو شروع کنید. اونا خب خیلی خوشحال میشن و میریم به سکانس بعد، یعنی وحشتناکترین، حال به همزرین و بدترین صحنه های این فیلم. دختر و پسر چشماشون رو باز میکنن و دوباره تو همون زیر زمین بسته شدن. دکتر کورو میاد وسطشون و میگه این آخرین تستی هست که باید توش برنده بشید. میره سمت کوزو و میگه قراره از سوراخ پشت تو یه دونه قلاب به دیوار بزنم و خب روده‌هاتو بهش ببندم. تو باید خودتو رو زمین بکشی در حالی که این روده‌ها بیرون میان و بری سمت دختر تا با قیچی که بهت میدم طناب‌های دست و پاشو باز کنی. اگه این کارو انجام بدی یعنی خودتو فدا کردی یا اون دختر زنده میمونه و منم سری جفتتون رو میرسونم بیمارستان و امکان اینکه خودت هم حالت خوب شه وجود داره. خب کوزو که هیچ راهی نداره قبول میکنه و بعد از وصل شدن قلاب میفته رو زمین. فقط فریاد میکشه و سینه خیز میره جلو در حالی که روده‌هاش دارن بیرون میان و خودش رو به نزدیکی دختر میرسونه. اما خب دیگه بیشتر از این روده نداره. دکتر میاد پشتش و با وحشیگری تمام سعی میکنه که بیشتر اونو هولش بده جلو و خب درد زیادی میکشه و در آخر به دخترم میرسه. با قیچی تناب پاشو باز میکنه و دستش هم همینطور، ولی خونریزی زیاد گرفته دیگه بیهوش میشه و انگاری تموم شده کارش. دختر قیچیو برمی‌داره و سعی میکنه آخرین تنابشو باز کنه که تازه میفهمه وسط این تناب یه دونه سیم بوکسول وجود داره که غیر ممکنه با قیچی اونو جداش کرد. حالا وحشت زره تر شده. یه لحظه میبینیم که دکتر با دیدن همه این صحنه ها انگاری دوباره داره به لذت تمام میرسه. میاد سمت دختر و میگه حالا آخر امتحان توه، تو حاضری برای زنده موندن چیکار کنی؟ آکی که دیگه کلافه شده توف میکنه رو صورت مرد، اونم یه دونه میزنه تو گوشش. دختر میگه تو دقیقا مثل مامان منی. مامان من توی یه روستای کوچیک زندگی میکرد و خب به خاطر اینکه پول نداشت رفته بود سمت فاحشه‌گری. اما این دیگه بحث فقط پول نبود، کم کم علاقه پیدا کرد بهش و انقدر آدم کسبی شده بود که این کارو هر روز و هر شب ادامه میداد. تو هم دقیقا مثل اون و همونقدر بی ارزش و کثیفی. خب خیلی به این مرد برخورد و یه رفعی با اره برقی میره عقب و یه ضربه به گردن دختر میزنه. اون هم گردنش جدا میشه. حالا اینجا یکم کارتونیه، ولی قبل از اینکه سرش بیفته زمین
دهنشو باز میکنه و با دندونش گردن مردو به شکل وحشتناک گاز میگیره که پوستش هم کنده میشه. بعدم میفته زمین و خب دیگه کارش تمومه. حالا نوبت کوزوئه که تا الان بیهوش بوده. با نفس آخرش چشماشو باز میکنه، قیچی که دستش بوده رو محکم به پای مرد میزنه و در حالی که به عشق زندگیش یعنی آکی زل زده، اونم جونش رو از دست میده. میریم به سکانس بعد. کورو دکتر روانیمون هنوز زنده است. این دو نفر وسط جنگل کنار هم خاک کرده و قیچی که نماد پیوندشون هم وسط قبرشون آویزون میکنه. بعدم بهشون میگه بهتون احترام میذارم چون برای زنده نگه داشتن همدیگه دست به هر کاری زدید. در آخر در حالی که داره یکم لنگم میزنه و معلومه پاش آسیب دیده، میاد تو ماشین میشینه. دختری رو میبینه و چکشش رو بر میداره که یعنی قربانی بعدش رو انتخاب کرده و اینجاست که فیلم به پایان میرسه. آقا این فیلم اینطوری نیست بخوام بگم چه محتوا و حرفی پشتشه یا کارگردان چی رو میخواسته برسونه. فیلمیه که فقط میخواد به ما یه خشونت خیلی زیاد رو از جانب یه دکتر نشون بده و کاملا هم مشخصه که این دکتر یه سری مشکلات روانی شدید داره که به نظرم بیشترش مربوط به رابطه و عشق و این چیزها بوده. برای همین هم اصلا کاپل ها رو انتخاب میکنه. حرف اصلیش هم که خب توی خود فیلم گفتم، میخواد بگه که به هر حال توی هر شرایطی قرار بگیرن دو نفر، یه مرحله هستش که سلامتی و آرامش خودشونو به دیگری ترجیح میدن و حاضرن هر بلایی سر اون طرف بیاد برای اینکه خودشون زنده بمونن. یه چیز کاملا واضح و خب بدون منطق که از یه آدم روانی برمیاد. یه نکته در مورد کانال بگم که پیشنهادات شما همه رو دارم قرار میدم. کلا فیلمایی که چند وقت اخیر گذاشتم همشون توسط شما پیشنهاد شدن. فیلم امروزم توسط دوست عزیزمون محمد که الان رو صفحه قرار میگیره و یکی دیگه از بچه‌ها پیشنهاد شده بود که بعد مدت‌ها تونستم قرارش بدم. امیدوارم از فیلم خوشتون اومده باشه. لایک، کامنت، سابسکرایب یادتون نره. بازم میگم سال خیلی خفنی داشته باشید. سالتونم گیلاسی.